درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم به گفته قاسم شعل سدی حکومت ایران آچمز است و هر کار بکند سقوط می کند و آمریکایی ها هم با علم به این موضوع می دنند که تحولاتی در ایران در حال روی دادن است و در نتیجه منتظرند به جای حکومت اسلامی با جانشین آن وارد گفتگو شوند آمریکا پذیرش پیشنهاد محمد جواد ظریف را بسیار زود هنگام خواند که با میانجیگری اروپا خواستار بازگشت همزمان تهران و واشنگتن به برجام شده است نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت که دولت جو بایدن پیش از گفتگوی مستقیم با رهبران ایران و پذیرش احتمالی پیشنهاد آنان با متحدان و شرکای خود و همچنین با کنگره آمریکا مشورت می کند. مضاف بر اینکه آمریکا همچنان بازگشت کامل ایران به برجام را پیش شرط بازگشت خود به این توافق برای آغاز گفتگوهای تازه درباره موشکها و رفتارهای ایران در منطقه میداند تغییر موضع محمد جواد ظریف چه معنایی دارد آیا او موضع تغییر یافته خود یا دولت روحانی را بیان کرده یا موضع نظام یعنی رهبر حکومت اسلامی ایران خامنه ای را پاسخ آمریکا به این تحول گویایی چیست در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر قاسم شعلی صدی حقوقدان و مبتکر جنبش راه سوم از جمله گفته است همه شواهد گواهی دهند که قدرت در ایران تهنشین شده و معالفه های آن در حال خارج شدن از کنترل حاکمان است به خاطر داریم که خامنه ای در یکی از آخرین نطخ خود تأکید کرد که تحریم ها هر چه سریعتر باید برداشته شود چون او از دامنه ورشکستگی اقتصادی و مالی کشور به خوبی آگاه است و میداند که این ورشکستگی عاقبت کار دست او خواهد داد شل در ادامه افزوده است به اعتراف محمد باقر نوبخت دولت حتی به زحمت توانایی پرداخت به موقع دستمزد کارکنان خود را دارد چه برسد به جامعه که با وجود بحرانهای کمرشکن به حال خود رها شده است بنابراین نظام ایران به شدت محتاج است که تحریمها برداشته شود به ویژه که انتخابات نیز در پیش است قاسم شلصدی در جای دیگری از سخنانش افسوده است به رغم ادعاهای حسن روحانی یا سایر مقامات ایران که میگویند تحریم ها شکست خورده یا آنان کشور را با وجود فشار تحریم اداره می کنند همکنون اعتصاب به کارگران حقوق بگیران و بازنشستگان، پرستاران و معلمان و اعتراض های مالباختگان بوز در اخصان آقاد کشور جریان دارد و خود ما به نمایندگی از جریان راه سوم مردم را از 22 بهمن ماه به اعتصاب های سراسری و نافرمانی مدنی فراخواندیم شاده می میگوید حکومت احساس می کند که اوضاع داخلی در حال تلاشیست است و مردم در آستانه یک خیزش ملی هستند این را هم خامنه ای میداند هم غربی ها و یکی از دلایلی که اتفاقا غربی ها و در رسشان آمریکا برای آغاز مذاکره با ایران از خود تعلل نشان میدهد این از که آنان میدانند که به زودی از زیر پوست جامعه تحولی بزرگ سربر خواهد آورد قاسم شوری تصریح می کند که به رغم وخامت اوضا هیچ یک از رهبران ایران به ویژه خامنه ای شهامت تغییر رفتار و رویه را ندارند و حتی اگر فرض کنیم که آنان توانایی تغییر رفتار را می داشتند نمیدانستند که در صورت تغییر رویه چگونه پاسخ طرفداران خود و اکثریت بزرگ مردم معترض کشور را بدهند که در نتیجه رفتارها و تصمیمهای آنان دچار این همه زیان و هزاران میلیارد دلار خسارت شدند شور میگوید مثل هر چیز دیگری مصالحه هم زمان خاص خود را میخواهد همانطور که اصلاحات هم زمان خاص خود را میخواست و بیاعتباری امروز آن در این نهفته است که همانند مصالحه به موقع اجرا و متحقق نشد قاسم شل سپس نتیجه گرفته است که حکومت ایران در آشمز است و هر کار بکند سقوط می کند. و مردم در هر حال قدرت را از حکومت و آخوند می گیرند. قاسم شل صدی می که آمریکایی ها هم که تحولاتی در ایران در حال روی دادن است و آنان نیز منتظرند به جای حکومت اسلامی با جانشین آن وارد گفتگو شوند. وی سپس گفته است من به دولت های غربی هشدار می دهم که این اتفاق خواهد افتاد و با حکومتی که فاقد مشروعیت است وارد مذاکره و معامله نشوید. از این گذشته به گفته شل سعدی اگر آمریکایی‌ها عجله‌ای برای آغاز مذاکره از خود نشان نمی‌دهند یکی از دلایل آن این است که آنها میدانند که آنکه دچار مشکل است حکومت ایران است نه آمریکا و آنکه باید امتیاز بدهد باز حکومت اسلامی است نه آمریکا افزون بر این در چهار سال گذشته اتفاقات مهمی رخ داده از جمله عادی شدن مناسبات اسرائیل با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که کل معادلات مربوط به ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است جمهوری اسلامی که اسرائیل را دشمن خود تلقی و تعریف کرده حتی ندانسته با این دشمن فرضی چگونه برخورد کند و در عوض هر کرده به سود اسرائیل و وحدت این کشور با کشورهای عرب منطقه علیه حکومت اسلامی ایران تمام شده است شل میگوید حکومت اسلامی درباره قدرت موشکش داده سخن میدهد اما داشتن و تهدید موشک کدام یک از مشکلات اصلی کشور و حکومت را حل میکند وقتی که کل نظام با ورشکستگی مالی و اقتصادی روبروست وقتی که ارزش پول ملی به یک چهار هزارم کاهش یافته و وقتی که حکومت از حقانیت و حمایت مردم بیبهره است او گفته است که جو بایدن حتی اگر میخواست نمیتوانست های ترامپ را یک شبه از بالای سر ایران بردارد زیرا بنیاد و توجیه تمام این تحریم ها مقابله با حمایت حکومت ایران از تروریسم است و لاجرم برچیدن تحریمها نیازمند آن است که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناخته نشود در پایان قاسم شل گفته است در واقع می توان گفت که تغییر موضع محمد جواد ظریف تغییر موضع خود خامنه ای است چرا که او از آغاز خواستار برچیده شدن آنها بود و گفت که بازگشت بایدن به برجام بدون رفع تحریم ها به زیان جمهوری اسلامی است و اگر او چنین استدلال می کند علتش این است که از وخامت اوضاع و طبعات خطرناک آن خوب آگاه است از اینها گذشته خود جواد ظریف نیز اخیرا اعتراف کرد که او فقط سخنگوی مواضع نظام است حتی اگر با آنها مخالف باشد بنابراین جو بایدن به گفته شعل صدی نمیتواند نه میخواهد که تحریم های دوره ترامپ را علیه ایران بردارد زیرا این تحریم ها در چارچوب منافع ملی آمریکا تعریف و وضع شدند مهمتر از آن جو بایدن در سیانت از ابزار تحریم ها از مزیت مهمی برخوردار است که دونالد ترامپ از آن بی بهره بود جو بایدن قادر است حول ابزار تحریم های یک اجماع و ائتلاف جهانی ایجاد کند زیرا به همکاری با متحدان آمریکا پایبند است در حالی که دونالد ترامپ حتی نتوانست برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل در شورای امنیت حمایت متحدان سنتی آمریکا یعنی کشورهای اروپایی را به دست آورد به گفته شعل صدی در واقع با آمدن بایدن نه فقط وضع برای جمهوری اسلامی بهتر نشده بلکه شاید بدتر نیز شده است ساعت ده صبح دوشنبه ششم اردیبهشت حسن محسوم نژاد بسیجی ریزشی در پادگان سمد بوستانی شهرستان اشنویه مورد ناسزاگویی و ضرب و شتم وحید زرفشان فرمانده گردان 310 سپاه پاسداران در اشنویه قرار گرفت و در عملیاتی شرافتمندانه پاسدار زرفشان را با شلیک شش گلوله به هلاکت رساند اقدام حسن معصوم نژاد پیام واضح یک بسیجی ریزشی به فرماندهی فاسد سپاه در اشنویه عامل قتل و جنایت علیه کولبران که خود قاچاقچی کالا به عراق بود بیانگر این حقیقت است که فرماندهان سپاه دیگر در درون پادگان هم در امان نیستند ممکن است حسن مسوم نژاد را زیر شکنجه ناچار به اعتراف و دروغ تلویزیونی بکنند ولی منابع هاوای در پادگان سمد بوستانی تاکید کردند که برای جلوگیری از افشای حقیقت و احتمالا الگوبرداری برداری سایر ریزشی ها با همه پرسنل صحبت کردند که عملیات حلاکت فرماندی سپاه اوشنویه را یک حادثه معمولی و غیر ام توصیف کنند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.